دو هفته پیش درباره توانایی های زبان پارسی سخن گفتم و آن را با توانایی های زبان عربی مقایسه کردم. دیدیم که توانمندی واژه سازی زبان پارسی بیکران است. برآورد کردیم که زبان عربی نمیتواند بیش از 2 میلیون واژه بسازد، حالان که پارسی میتواند صدها میلیون واژه داشته باشد. همچنین اشاره کردم که ما برای بهره‌وری از توانمندی های نگریک تئوریک پارسی باید آن توانمندی ها را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم آنها را به کار بگیریم. در این گفتار یکی دو نمونه از چگونگی توانمندتر کردن پارسی به دست میدم. ولی نخست تأکید کنم که اهمیت زبان پارسی تنها به سبب توانمندی های گوناگون واژه سازی، قالب نبودن آن برعکس عربی و زیبایی های آوایی که آن نیست. پارسی همچنین از جنبه های فرهنگی و تاریخی یکی از میراث های معنوی کم همانند یا بی همانند انسان به شمار می رود. کمتر زبانی را می توان سراغ داشت با پیشینه تاریخی درازی همچون پارسی، با چنین ادبیات شعری گوناگون و با چنین ویژگی مهم فرهنگی و اجتماعی که پیوند دهنده صلح‌آمیز مردم گوناگون در طول صده‌ها باشد. زبان پارسی همچون سپری نیرومند در برابر ستمهای مهاجمان زورگوی مسلمان در دفاع از فرهنگ و هویت ایرانی به کار رفت. مهاجمان بر هر کشوری که چیره می شدند زبان مردمش را بر می انداختند و عربی را به زور جایگزین آن می کردند. نمونه برجستش مصر است با آن فرهنگ و تاریخ بسیار کهنسال که زبان و فرهنگش را کاملا از دست داد و سراسر عرب شد. چنگیز مغول ایران را ویران کرد، ولی جانشینانش و همچنین تیمور و فرزندانش به دانستن پارسی افتخار می‌کردند. پارسی را زبان رسمی امپراتوری خود کردند، آن را به کشورهای دیگر بردند و در گسترش جغرافیایی پارسی کوشیدند. پارسی صدها زبان مشترک ادبی، فرهنگی، کشورداری و علمی مردم گوناگون از آسیای میانه تا آسیای کوچک ترکیه کنونی بوده. از آن میان 600 سال زبان رسمی هندوستان. سلطان‌های عثمانی از اینکه پارسی می‌دانستند بر خود می‌بالیدند. شعر پارسی می‌خواندند، به ویژه شاهنامه را دوست داشتند و برای خود منظومه‌هایی به سبک شاهنامه به پارسی و ترکی سفارش می‌دادند. در دوره عثمانی شاهنامه خوانی و شاهنامه نویسی از منصب‌های دربار بود. این منصب شاهنامه چی نام داشت؟ ایرانیان هرگز زبان پارسی را به دیگران تحمیل نکردند، چون نیازی به این کار نداشتند. در مقایسه در کشورهای اروپایی از صدی 16 به بعد زبان مشترک ملی با زور و خشونت بر همه مردم کشور تحمیل شد. در ایران چنین نبوده است. زبان پارسی به سبب تاریخش و درخشندگی فرهنگیش پذیرفته همگی مردم این سرزمین بوده. چنان که در گذشته بارها گفتم، این زبان به پارس یا فارس تعلق نداشته و ندارد. اصلا از خراسان بزرگ آمده، یعنی آنچه امروزه کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نامیده می شوند. حمله عرب زبان رسمی ایرانیان را که پهلوی بود از میان برداشت، ولی نتوانست زبان ایرانیان را عربی کند، چون ایرانیان پارسی یا پارسی دری را که از خراسان بزرگ برخاست جایگزین زبان پهلوی کردند و این نشان دهنده پرباری و بزرگی فرهنگ ایرانی است. از این رو زبان پارسی از آن پارس یا فارس نیست و اصلا چیزی به نام قوم پارس یا فارس وجود ندارد. در ایران استانی به نام فارس هست، ولی زبان مردم آنجا پهلوی بود. زبان مادری سعدی و حافظ گویشی از پهلوی بود. چون که گفتم
زبان پارسی از خراسان بزرگ آمد و زبان مشترک همه مردم ایران و مردمان فرهنگ ایرانی شد. گفتم که ما باید توانایی های پارسی را بشناسیم تا بتوانیم به گردهای کنسپت های پیشرفته دانش و فلسفه نوین را با آن بیان کنیم. همکنون زبان اصلی دانش های نوین و تکنولوژی و فلسفه انگلیسی است. پژوهندگان و دانشمندان پارسی زبان باید بتوانند پژوهش‌های خود را به انگلیسی بنویسند، ولی در کنار آن پارسی باید بتواند همه بگردهای دانشیک و فلسفی نوین را بیان کند و زبان پیشرفته ترین دستاوردهای اندیشه‌ای انسان باشد. برای این هدف باید پارسی را پرورش داد، روی آن کار جدی کرد، سطحی‌گری و ساده‌انگاری را کنار گذاشت. انگلیسی همکنون زبان چیره جهان است، ولی تا کی؟ زمانی فرانسه زبان دانش و فلسفه بود، پیش از آن صده ها زبان لاتین. کی میتواند تضمین کند که انگلیسی برای همیشه زبان فرادست باقی بماند؟ ما نباید یک بار دیگر همان اشتباهی را بکنیم که با عربی کردیم. زبانی استثنایی با تاریخ و گذشته پر افتخار و توانایی هایی چون پارسی باید بتواند همیشه بر پاهای خود بایستد. ما باید افزارهای لازم برای توانمندسازی هرچه بیشتر پارسی را در اختیار داشته باشیم. پیشوندها و پسوندهای آن را گسترش دهیم و ریشه های لازم را از زبانهای ایرانی به کار گیریم. پارسی می تواند از گنجینه بزرگ زبانهای گوناگون ایرانی گذشته و کنونی بهره گیرد و تجربه و روش زبانهای بزرگ هندواروپایی را به کار برد. خوشبختانه پارسی از چنین پشتوانه پرباری برخوردار است. همه زبانها این گونه شانس ندارند. منتها چنان که گفتم باید روی پارسی کار ژرف کرد و به توانایی های ذاتی آن جان بخشید. زبان ها از آغاز و یکباره با همه ویژگی های خود پدید می آیند. یعنی به هیچ روی ممکن نیست که زبان های کهنی چون یونانی، لاتین، سانسکریت و اوستایی یا زبان های نوینی چون انگلیسی و فرانسه و آلمانی از آغاز با همه توانایی های کنونی خود پا به عرصه وجود گذاشته باشند. این زبان ها در طول صده ها پرورده و توانا شدند. چون که گفتم هیچ زبانی از آغاز همه توانمندی های خود را ندارد. توانایی را گویندگان با نهادن قانون های دستوری هرچه اندیشمندانه تر و گسترش واژگان آن پدید می آورند. این تصادفی نیست که اندیشمندان بزرگ به زبان های توانا تعلق دارند و زبان های توانا اندیشمندان بزرگ پدید می آورند. زبان آلمانی صدی 15 زبان چشمگیر و توانایی نبود و ادبیات چندانی نداشت، حالان که آلمانی صده های 18 و 19 زبانی است نیرومند، چنان که کسانی چون کانت، هگل و نیچه می توانند اندیشه های فلسفی خود را با آن بیان کنند. این زبان توانا از آسمان نیفتاده، آن را اندیشمندان آلمانی ساختند. هیچ زبانی کاملا زاستاری طبیعی نیست. همین که انسان برای زبان دستور ساخته، دیسه هایی را کنار گذاشته و از دیسه هایی پشتیبانی کرده، به پروردن زبان دخالت دران و توانبخشی به آن پرداخته. از سوی دیگر می دانیم که زبان لایه های گوناگونی دارد. زبان گفتگو، زبان ادبی، زبان شعر، زبان دانش و تکنیک. برخی پنداشتن که قاعده های زبان ادبی تنها قاعده های زبان هست، حالان که زبان ادبی تنها یک لایه از زبان هست. بخش بسیار مهم دیگر زبان پرسون دقیق دانش هاست که اگر از زبان ادبی مهمتر نباشد به هیچ روی کم اهمیتتر نیست. در این زبان نمیتوان با واژه ها بازی کرد، یکی را به جای دیگری به کار برد. در این باره گفتنی بسیار است. برگردیم به یکی دو نمونه از کاربرد افسارهای تازه در توانمندسازی پارسی. در اینجا به دو تا از پسوندهای کم شناخته پارسی می‌پردازم.
پسوند نخست اول یا اولست که کهش یا کوچکی یا تصغیر را میرساند. نمونه ها: زنگ، زنگوله، مشک، مشکوله در تربت ایدریه، گوی، گویوله، گلوله، کوتوله از کوت در اوستایی به معنای کوچک، کودک و کوچک هم از همین ریشه هم. کندو، کندوله در کردی جاش، کره خر، جاشوله، کره خر کوچک. احمد، احمدوله یعنی احمد کوچولو. در ملایری، لوری، کردی روله به معنای بچه کوچک است. از رود به معنای فرزند به اضافه پسوند اوله. حافظ رود به معنای فرزند را در این شعر به کار برده. دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم، مادر ده ندارد پسری بهتر از این. این رود از اوستایی رعد می آید که در ضمن ریشه فعل رویدن است. در شوشتری دیگ، دیگوله یعنی دیگ کوچک. در قومی دیگول، در پارسی چنگ، چنگول، پنجه، پنجول. در زبانهای اروپایی پسوند همانندی هست اول یا اولا که از لاتین می آید، برای نمونه فرمول، گلوگول، کپسول و صدها نمونه دیگر. این پسوند لاتین می تواند با پسوند پارسی اول هم ریشه باشد، ولی تاکنون رابطه میان آنها را نیافتم. پسوند اول در پارسی بسیار سودمند است. می توانیم آن را در ترم شناسی دانشیک به کار بریم و مثلا برای واژه فرمول برابر پارسی بسازیم. فرمول در زبان فرانسه، فرمولا در انگلیسی از لاتین می آید به معنای شکل کوچک، فرم خلاصه شده، از فرم و پسوند اول اولا. در پهلوی و پارسی دیس به معنای فرم و شکل است. دیسیدن به معنای شکل دادن، تشکیل دادن. با به کار بردن ریشه دیس و پسوند اول می توانیم برای فرمول واژه دیسول را بسازیم. همچنین می توانیم از آن مصدر داشته باشیم. دیسولیدن به معنای فرموله کردن، به انگلیسی فرمولیت. جدا شده های آن را هم می توانیم به کار ببریم. این نمونه ایست از اینکه چگونه با بکار بردن امکانهای کم شناخته زبان پارسی میتوان برای واژه‌های اروپایی برابر پارسی داشته باشیم. پسوند دوم آل است که بیشتر به اسم و گاه به فعل میپیوندد و همانندی و نسبت را میرساند. گاهی هم به دیسه ال یا ال میآید. نمونه ها: دنبال از دم، چنگال از چنگ، پوشال از پوچ، پوک یا پوش، روال از رفتن، خوشگال به معنای شاخه و برگ خشک درختان سبز، گودال از گود، کندال به معنای گودال در گویش قائنی، گشتال از گشتن در لکی به معنای سرگردان آواره، کشل از کشیدن به معنای دراز در تربت ایدریه، گردل به معنای گرد در همدانی، لوری، قومی. با بکار بردن پسوند آل هم میتوان برخی واژگان فیزیک، اختر فیزیک و ریاضی را ساخت. برای این نمونه سازال از ساز، ساختن، به اضافه آل در برابر اینسترومنت، گردال لوپ، سرال از سر به اضافه آل به معنای تیتر، تایتل عنوان. پرداختن به معنای ویژه هر یک از اینها در گفتار ما نمی گنجد چون وقت ما به پایان رسید. توانایی های زبان پارسی شگفت انگیزند. باید آنها را شناخت و به کار گرفت. این دریای امکانهای کارآمد را گویش ها و زبان های ایرانی که از آسیای میانه تا ترکیه و قفقاز گسترده اند در اختیار ما می گذارند. بیان که زبانهای باستانی چون پارسی میانه، سغدی، خارزمی، ختنی، پارسی باستان و اوستایی را فراموش کنیم.